صنعتی که مجال خودنمایی رو از نمونه‌های خارجی گرفته با کیفیت بالا و قیمتی رقابتی. تولید کنندگان صنعت آشپزخانه از امروز این کیفیت و برتری رو در نمایشگاهی بین‌المللی در معرض دید کارشناسان و علاقه‌مندان قرار دادند. ما به اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپای شرقی، آمریکا صادر داشتیم. محصولاتی که ما الان تولید می‌کنیم محصولاتی هستش که از جنس ABS هستش که کلاً نشکن هست و با کیفیت فوق‌العاده بالا تولید میشه و کارامون از لحاظ کیفیت آبکاری 5 سال ضمانت گارانتی داره. بود آشپزخانه، سینک ظرفشویی و بعضی دیگه از اجزا مثل شیرالات که به کشورهای آسیای میانه، کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای همسایه صادرات انجام میشه. محصول حتی اگر کوچکترین ایرادی داره، ایرادهای خیلی ضعفای خیلی کوچیک که شاید به چشم مصرف کننده نیاد رو ما رفع بکنیم و اجازه ندیم این کالا بیاد توی بازار. خب کشور اروپایی خیلی روی این موضوع حساس هستن. اما دغدغه این تولید کنندگان در شرایط فعلی نوسانات ارز و تامین مواد اولیه بود. نگرانی ای که معاون وزیر صنعت میگه با تدابیر اندیشیده شده خیلی جای نگرانی نداره. ممکنه یه تعداد بسیار بسیار محدودی از شمول خارج شده باشن، وگرنه اکثر اینها رو دولت ارزشون رو تامین میکنه، سبسفارش میکنن، ارزشون رو میاره و به کارشون ادامه میدن. به نظر من با این عدد بزرگی که تخصیص داده شده برای واحدهای تولیدی نباید مشکل سر راهشون باقی بمونه. صنعت آشپزخانه یکی از مزیت‌های نسبی صنعت ایران محسوب میشه، چه در منطقه و چه در جهان. تامین ارز برای واردات مواد اولیه و تسهیلات صادراتی کمک بزرگی به حفظ و گسترش بازارهای داخلی و خارجی اون هست. هم‌اکنون سالانه بیش از 550 میلیون دلار انواع تولیدات و محصولات صنعت آشپزخانه کشورمون به کشورهای دیگه و از جمله کشورهای همسایه صادر میشه که در صورت حمایت این رقم قابل افزایش هم خواهد بود. مهدی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.